جئت لكي أدري ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ویاد به نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان امروز در خدمتشان هستیم و خدمت ایشان عرض سلام و خسته نباشید. بندم خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و علمان در زیاده با سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، طبق روال معمول از سوالایی که از طریق اسمس یا همون پیام های نوشتاری فرستادین سوال آغاز میکنیم. جناب مولانا بیننده پرسیدن، گفتن که سوالی داشتم در مورد یک رکعت نماز وتر، آیا در صحیح حدیث در حدیث صحیح آمده است یا نه؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد نماز وتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم و به صورت کلی در فقه اسلامی با توجه به احادیثی که در این زمینه وجود دارد، کیفیات متعددی در مورد نماز وتر نقل شده که تمام این کیفیت ها ثابت هست و مجزع هست، یعنی کفایت کننده هست. اگر کسی یک رکعت وتر بخواند یا سه رکعت، پنج رکعت، هفت رکعت یا بیشتر از این هم بخواند، این از نظر شرعی اشکالی ندارد و ثابت هست. و بهترین صورت وتر که در بیشتر روایات اومده و اکثرا عمل هم بر این هست، همون سه رکعت نماز وتر هست. سه رکعت نماز وتر که جمهور هم سه رکعت میخونن، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم سه رکعت هست، با تفاوتی که در کیفیت ادایش هست که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سه رکعت با دو تحیات و یک سلام هست و در مذاهب دیگر همون سه رکعت با دو تحیات و دو سلام هست. اما در این که حد اقل کمالش و که اکثر علما قائل به آن هستند، همون سه رکعت نماز وتر هست. پس بنابراین بهترین است که انسان سعی بکند که حداقل سه رکعت وتر را بخواند. الان دو رکعت رو به صورت شف بخواند، یک رکعتش رو به صورت وتر بخواند، یا اینکه هر سه رکعت رو یک جا با یک سلام بخواند، با دو کیفیتی که عرض کردم با توجه به تفاوت دیدگاهی که در مذهب امام ابو حنیفه و دیگران وجود داره. پس بنابراین اولاتر و بهترین است که سه رکعت نماز وتر رو بخونیم. اما اگر یک فردی یک رکعت نماز وتر خواند، آیا وتر از اون ادا شده؟ آیا وترش قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ این هم یکی از صورت‌های نماز وتر هست. حد اقل نماز وتر یک رکعت هست. یک رکعت ثابت هست از فرموده های رسول الله صلی الله علیه و سلم و از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک رکعت نماز وتر می‌خوندند. در این زمینه روایتی هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الوتر رکعت من آخر اللیل، که وتر یک رکعت هست در آخر شب. الوتر رکعت من آخر اللیل، که وتر یک رکعت هست در آخر شب. و همچنین روایت دیگری که باز هم صحیح هست در صحیح مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب دو رکعت دو رکعت هست. یعنی انسان وقتی که میخواد نماز قیام بخواند یا نماز تهجد یا نماز شب، هر چی اسمش رو بگذاریم، میخواد که شب نماز بخواند، دو رکعت دو رکعت بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فاذا خشیه احد
احدكم الصبح صلى ركعه واحده. وقتی که ترسید، یک فردی ترسید که الان فجر میدمد، صلا رکعتا واحدا توتر له ما قد صلا، نمازهایی رو که قبلا خوانده وتر قرار میدهد. و توجه به این که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب دو رکعت هست، یعنی وقتی که انسان نیت کرده که دو رکعت میخونه باید همون دو رکعت رو بخونه. در وسط نماز تغییر نیت درست نیست که اول مثلا نیت کرده دو رکعت سنت بخواند، بعدش وقتی که نزدیک صبح هست اینو تبدیل بکنه به نیت وتر رو بگه که نه یک رکعت دیگر اضافه بکنه که نماز وتر میخونم، این کیفیت جایز نیست. پس بنابراین این حدیث صحیح دلالت بر این میکند که یک رکعت به تنهایی خواندن در نماز وتر یک نماز کامل هست، اشکالی رو نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز شبتون رو دو رکعت بخونید. اگر نزدیک فجر بود و میترسیدید که اذان صبح گفته بشه و فجر بدم، یک رکعت دیگر بخوانید که این نمازهای قبلی شما را تبدیل به نماز وتر میکنند. و در مورد خود این که یک رکعت که هم بخوانید، روایتی هست که اهل سنن اینو ذکر کردن، در سنن ابو داود و همچنین بقیه سنن اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، در روایت حضرت ابو ایوب انصاری هست در مورد نماز وتر که الوتر حق على كل مسلم، که وتر نماز حقی هست، که برخی از علما اینو تعبیر کردن به نماز واجبی هست بر هر مسلمان. در این روایت اومده که هر کسی خواست 5 رکعت نماز وتر بخواند بخواند، هر کسی خواست که 3 رکعت نماز وتر بخواند بخواند، و من احب ان یوتر بواحده فلیفعل. در آخر روایت اومده که اگر کسی هم خواست یک رکعت نماز وتر رو بخواند، فلیفعل، این کار رو انجام بده، اشکالی نداره. گرچه این روایت رو برخی از علما، یعنی در سندش مقدار اشکالی وجود داره، منتها در مورد این که این از موقوف هست، یعنی در موقوفش هیچ گونه شک و هی وجود نداره که موقوف در اصحابی هست و در حدیث مرفوعش به نسبت دادنش به رسول الله صلی الله علیه و سلم اشکال وجود داره، روایت ضعیف هست. اما در وقفش که قول صحابی هست همه اتفاق نظر دارن و با سند صحیح هم در واقع ثابت شده. اضافه بر این از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ثابت شده که یک رکعت نماز وتر میخوندن، از حضرت عمر ثابت هست، از حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ثابت هست. حتی در این مورد روایتی هست که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که از ایشون سوال می شود که معاویه یک رکعت وتر به صورت تنهایی می خواند، این حکمش چی هست؟ حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما گفتند که بگذارید معاویه فقیه هست، یعنی تایید کردند بر این. پس بنابراین از اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ثابت هست. پس بنابراین اشکال ندارد که اگر انسانی به خاطر خستگی یا به خاطر ضیق وقت فقط یک رکعت نماز وتر خوند، اونگونه که در روایت صحیح مسلم اومده، از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما باز هم در این مسئله اختلافی نیست که بهتر و اولاتر است که انسان خودش را از اجر سه رکعت محروم نکند، همون سه رکعت را بخواند، اولاتر و بهتر است. اما اگر بنا بر عذری و مجبوریتی یک باری یک رکعت نماز وتر خوند به صورت تنهایی بدون شف، باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد. دارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری پرسیدن، گفتن که خواهری هستن، گفتن همسرشان یک مرد شیعه مذهبی که تمام اعمال شیعیان را انجام میده، زیارت میره، متوسل میشه و گفتن هر چقدر هم که راجع به آیات توحیدی قرآن باهاش صحبت میکنن بیفایده است و میگه که من مشرک نیستم و اعتقادم اینه که امامان از خودشون به ما کمک نمیکنن، بلکه تحت اراده خدا این کار را انجام میدن. و گفتن هر چقدر هم که توضیح میدهند که خدا در قرآن از این کار منع کرده، باز هم بیفایده است. و سوالشان این است که آیا گفتن اجازه دارند با این مرد زندگی کنند یا نه، و آیا بر هم حلال هستند یا نه. مردی که به خاطر یک سری شبهاتی یا یک سری موانع دیگری قائل به این گونه مسائلی باشه که این خواهر عزیزمون توضیح دادن،
حکم شرعی این است که نمی شود چنین فردی را کافر شمرد، ولی اینکه اعمالی که انجام می دهد اعمال به ظاهر شرکگونه باشند، اما چون که به خاطر تأویل انجام داده یا به خاطر عدم آگاهی انجام داده یا به خاطر فتوای یک فرد دیگری که بهش اعتماد دارد این کار را انجام داده، از نظر شرعی نمی تواند بر چنین فردی حکم کفر را صادر کرد، ولی اینکه اعمالی که انجام می دهد اعمال به اصطلاح شرکآمیزی باشد. پس بنابراین این فرد از نظر شرعی معذور شمرده می شود و برای این خواهرمون از نظر شرعی جایز هست که با این گونه شوهری زندگی بکنند و اشکالی ندارد، این نکاحشون فسخ نشده، همچنان زن و شوهر هم دیگر هستند. منتظر بکند که با دلایل قانع کننده از اقوال علما و اهل علم و اونم با روش حکمت آمیز و با مهربانی سعی بکنند که مسائل و حقایق رو برای ایشون بیشتر توضیح بدند. خیر. بیننده باید در مورد قضا و قدر سوال کردن، گفتن آیا تقدیر و قسمت وجود دارد؟ اگر دارد در چه چیزهایی است؟ گفتن به نظر من تقدیر وجود ندارد، به خاطری که اگر همه چیز ما تقدیر و قسمت یا نصیب می بود، پس جزا و پاداش چرا وجود دارد در قیامت؟ هر انسانی که اعمال بد انجام می دهد اگر تقدیرش باشد پس حق جزا را ندارد و اگر نیکی کند باز هم حق پاداش را ندارد. در مورد قضا و قدر الله متعال، این اتفاق اهل سنت و الجماعت هست که تقدیر وجود دارد و تقدیر یکی از اصول و ارکان ششگانه ایمان به الله متعال هست، یکی از ارکان ایمان هست که ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به روز قیامت و ایمان به تقدیر، یعنی ششمین اصل از اصول اعتقادی اهل سنت و الجماعت هست و تمام اهل سنت و الجماعت و تمام مذاهبشون در این زمینه اتفاق نظر دارند که ایمان به تقدیر یکی از ارکان و پایه‌های ایمان در واقع شمرده می شود و آیات قرآن کریم در این زمینه فراوان هستند و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدی هستند که این مورد رو جزء ارکان در واقع ایمان قرار داده. الان شبهه‌ای که این برادر عزیز میگن اگر تقدیری وجود دارد پس ثواب حاصل کردن یا مجازات شدن به خاطر گناه چه معنی دارد؟ به تعبیر دیگر وقتی که الله متعال مقدر کرده که فلان شخص نماز بخواند پس بنابراین تقدیر بوده، پس چرا بهش ثواب میرسد؟ انسان اختیار در اعمال نداره. بله، اگر که گناهی رو انجام داده خب بر اساس تقدیر اینو انجام داده، چرا باید مجازات بشه؟ نقطه ای که ایشون از این نقطه غافل هستند به خاطر اون در واقع این اشکال براشون پیش اومده این است که ایشون فکر کردند که تقدیر الله متعال به معنی اجبار هست. تقدیر به معنی اجبار هست، یعنی آن چیزی که الله متعال مقدر کرده بدین معنی هست که الله متعال انسان را مجبور می کند یک کاری رو انجام بدهد. انسان در زندگی دنیا مجبور محض نیست، مجبور محض نیست، یعنی این که کارهایی رو که انسان در دنیا انجام میدهد یک سری کارهایی هستند که انسان بر اساس اراده خودش و بر اساس خاص خودش این رو انجام میدهد. علم کلی الله متعال، علم ازلی الله متعال که فلان بنده وقتی که در دنیا برود و تحت فلان شرایط قرار بگیرد فلان کار رو انجام میدهد، این به معنی اجبار نیست. یعنی علم الله متعال اساس تقدیر و زیربنای تقدیر که الله متعال مشخص کرده علم الله متعال هست، یعنی این که الله متعال میدانسته که اگر انسانها در روی زمین بروند هر کسی با توجه به علمی که الله متعال در واقع در ازل داشته، الله میدانسته که فلان کار رو انجام میدهد، نه بدین معنی که الله متعال مجبورش کرده که این کار رو انجام بدهد، وگرنه ما در اعمالی که انجام میدهیم هم در اعمال عبادی و هم در اعمال غیر عبادی ما کاملا اختیار رو درک میکنیم، احساس میکنیم که من اختیار دارم که الان بنشینم یا بلند بشم، اختیار دارم و میتوانم که الان نماز بخوانم یا نماز رو ترک بکنم، اختیار دارم فلان گناه رو انجام بدهم یا انجام ندهم. اگر کسی عبادتی رو انجام میدهد بر اساس انتخاب و اختیار خودش انجام داده، طاعتی رو انجام داده، و اگر کسی گناه و معصیتی رو انجام میدهد باز هم بر اختیار خودش هست، مجبور نبوده کار رو انجام بدهد. پس بنابراین این ثواب یا مجازاتی که به انسان
انسان میرسد این به خاطر این هست که اعمالی رو در دنیا بر اساس اختیار خودش انجام داده و تقدیر به معنی اجبار انسان در واقع نیست. اگر در واقع بعضی از مردم یعنی عادت کردند که گناه کمکاری خودشان را یا گناه معصیتی رو که انجام میدهند اینو برگردن تقدیر میندازند تا اینکه از این طریق شانه خالی بکنند و مسئولیتی رو نپذیرند، چون که تقدیر بوده من فلان کار رو گناه رو انجام دادم. بله، در این که فلان کار گناه برای فلان شخص تقدیر بوده در این شکی وجود نداره، زیرا که هر اعمال خیر یا شری که انسان انجام میدهد یا اتفاقات دیگری که در دنیا میافتد بر اساس تقدیر، یعنی بر اساس علم ازلی الله متعال است که چنین خواهد شد. اما وقتی که انسان این کار رو انجام میدهد با اختیار خودش این کار رو انجام داده. به خاطر این از وقتی که اگر کسی در حق ما تعرضی میکند ما ناراحت میشیم، این پاسخ میگوییم، وگرنه معتقد بیم بودیم که واقعا تقدیر الله هست به معنی مجبور بودن هست و به معنی اجبار هست، پس بنابراین همه معذور بودن. اون کسی که مرتکب قتل میشود نباید که مجازات میشود، زیرا که در واقع مجبور بود این کار رو انجام بدهد. اما واقعیت این نیست، ما این اختیاری رو که الله متعال به ما در انجام اعمال هم از اعمال خیر یا اعمال شر اینو کاملا احساس میکنیم و ثواب حاصل کردن یا مجازات شدن در دنیا یا در آخرت بر اساس این هست که انسان یک کاری رو به خاطر و بر اساس اختیار خودش دیده و دانسته انجام میدهد. پس بنابراین هیچ گونه تعارضی در میان تقدیر و در میان اعمالی که انسان انجام میدهد و به خاطر اون اعمال ثواب گیرش میاد یا اینکه مجازات میشود، هیچ گونه تعارضی در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر بابت توضیحی که دادین. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگان نیز مثل همیشه باز تکرار و درخواست دارم که لطفاً وقتی که تماس گرفتین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین و سوالاتتون رو به صورت مختصر و آماده داشته باشین. بیننده گفتن که گفتن یا حسین و یا علی چه حکمی دارد؟ این الفاظی که به معنی استهانت یا استغاثه از غیر الله متعال هست، این بستگی به این دارد که طرفی که این حرف رو میزند این به خاطر چی این حرف رو زده. آیا این یک نوع استعانه هست، یک نوع استغاثه هست، یا به مدد طلبیدن آن فرد مرده هست، یعنی امام علی رضی الله تعالی عنه یا سیدنا حسن، حسین یا دیگری، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر به معنی طلب کمک باشد، به معنی استغاثه و استعانت از غیر الله متعال باشد، در این شکی وجود ندارد که این یک نوع شک هست، زیرا که ما هر مسلمانی بارها و بارها در نماز خودش این اعتراف را می کند و این به اصطلاح عهد و پیمان را با الله متعال می بندد که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو کمک می طلبیم. پس بنابراین کمک طلبیدن یعنی طلب کمک و استعانت از غیر الله متعال، این در واقع یک نوع شرکی هست، زیرا که با توجه به آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم استعانت و استغاثه فقط و فقط باید از الله متعال باشد و کسی دیگر غیر از الله متعال توانایی این را ندارد و هیچ کسی دیگر غیر از الله متعال این صفت را ندارد، یعنی این که مرده هر جا که ما باشیم صدای ما را بشنود. حتی در زمان حیات رسول الله یا حضرت علی یا حضرت حسن و حسین و دیگر بزرگواران، اگر صدای رو از جای دور به صلاح بودیشون صدا می کردن نمی شنیدن و بعد از وفاتشون هم صدای زندگان رو نمی شنوند و بالفرض هم که بشنوند توانایی این رو ندارند که به ما کمکی برسانند. پس بنابراین اگر به خاطر استعانت باشه، اگر به خاطر استغاثه باشه، که در این شک و شبهی وجود ندارد که شرک هست و انسان بعد از چنین اعمالی در واقع پرهیز بکنند. اما اگر صرفا به خاطر طلب کمک نیست، صرفا به خاطر طلب کمک نیست، بلکه به خاطر به صلاح یک قافیه شعر هست یا یک حضور ذهنی اون رو تصور کرده یا یک نوع سخن ذهنی هست که در واقع با امام حسین یا با علی یا با رسول الله صلی الله علیه و آله میخواد سخنی رو بگوید و در ذهن خودش تصور میکند که دارد با رسول الله صلی الله علیه و آله سخن میگوید، این در واقع به معنی استمداد از غیر الله یا استعانت از غیر الله نیست. جزاکم الله خیر.
تماسهای بینندگان آماده است و باز بنده تکرار میکنم بینندگان لطفاً وقتی که تماس میگیرین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین، منتظر نباشین صدا از تلویزیون پخش بشه و سوالاتتون رو به صورت مختصر بیان بکنین. اولین تماس رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. ببخشید، من از کردستان زنگ میزنم. بله. بعد یه مشکلی برام پیش اومده، یه سوال شرعی دارم. بفرمایید، سوال شرعیتون. بفرمایید. من چند ماه از شوهرم جدا شدم، شوهرم اعتیاد داشت. بعدشم تو دادگاه، یعنی دادگاه حق طلاق به من داد، از شوهرم جدا شدم. الان حدود 2-3 ماه حکم مهریه، دادگاه مهریه رو به من داد. دیگه الان چند بار ازش خواستم که مهریه رو به هم بده، اما مهریه رو به من نداد. هی میگفت بهت نمیدم و بد و بیرا میگفت. منم خیلی بهش فرصت دادم، دوست نداشتم بندازم زندان. الان حدود 20 روزه که آخرین مهلت حکمم تموم شد، انداختم زندان. الان خودم ناراحتم، یعنی عذاب وجدان دارم. اونم پول و مهریه رو نداد، اون پول زندانه. دیگه الان چیکار کنم؟ خودم هم ناراحتم. اگه تو زندان باشه میخواستم از آقای مولانا بپرسم، یعنی من دچار گناه شدم که الان اون زندانه. درست. یا چیکار کنم؟ برام این آقای مولانا لطف کنن. درست. بهشونم بگین من خیلی برای آقای مولانا و شما و تمام دستندرکاران رسال حق احترام قائلم و خیلی دوستتون دارم. سلام نباشید به خاطر همه زحمات شما. سلام به خاطر این سوالم رو جواب بدین. ممنون از لطفتون. انشالله حتما بعد این شده میان برنامه. اولین سوال رو شما میگیریم. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. یه دوستا سوال داشتم، حالا که موجی داره صحبت میکنن. سوال اولتون، صدای شما وصله، با من داره صحبت میکنین، صدا از تلویزیون دیرتر میاد. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام به مولانا. من 3 تا سوال داشتم خدمتتون. بفرمایید، سوال اولتون. یک، اول که من زیاد مسافرت میرم. نمازام در مسافرت، نه این سفرهایی که من میرم، مسافراتی که من میرم، بیشتر برای کاریه، برای انجام کاریه، کارهایی که مربوط به شغلمه. زیاد مسافرت میرم، نمازام در این مسافرتام شکسته است، یا چون همیشه مسافرت میرم باید کامل بخونم. این یک. درست. بعد مسجدی هم که نماز جماعت برقرار بکنه در محوطه ما، شاید تا 30 کیلومتری 35 کیلومتری ما هیچ مسجدی نیست که نماز جماعت بخونن. آیا پشت سر آخوندهای رافضی اصلا ما اهل سنت میتونیم نماز بخونیم؟ نمازمون صحیحه یا صحیح نیست؟ درست. و سال بعدیم تفسیر قرآن که الان تو ایران معتبر باشه، ما بتونیم این تفاسیر رو بگیریم و مطالعه بکنیم، حتی اگه شده از شهر زاهدان یا شهرهایی که سنت نشین هستن ما بتونیم اینا رو تهیه بکنیم، ما بخواستم لطف کنیم معرفی کنیم که تفسیر چه آقای ما مطالعه کنیم. انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سلامت باشین. تشکر از شما. خیلی ممنون. خدا حافظ. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی از تاجیکستان، در خدمت شما هستیم. برای استاد از خودی بخون از قولشون برادر. بفرمایین، فقط لطف کنین یکی این صداتون رو بلندتر کنین.
امی بعدی غروب آفتاب ممتنم که روزه را بیش کنیم و که نماز شام را بخونیم. در چه وقتی؟ بعد از غروب آفتاب؟ بعد غروب آفتاب ممتنم که نماز شام را بخونیم و که روزه فرضی باشه و روزه را بیش کنیم. یعنی اول نماز بخونید بعد روزه را بشکنید، درسته؟ نه، روزه را بیش کنیم و نماز شام را بخونیم بعد غروب آفتاب. درست، بدون اذان منظورتون؟ اذان نیست اونجا؟ نه، اذان مثلا بعد غروب آفتاب میکنیم وقتی شام هست که شما بخونیم. بس سوال دیگه مولانا، سوال دیگه سوال بعدی؟ بس سوال دیگه برادر بفرمایید. یعنی بعضی نمازها وقتی ما دعا میکنیم وقتی بعد دعا کردن دستا را بالا میکنیم و در چهره همان میمالیم، امی مثلا درسته یا که نادرسته؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سلام دیگر ما را با کلی کارمندان و شبکه جهانی بسیار حق درست کنید. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. سلام از ادب دارم حضور شما و جناب مولانا سید سوال داشتم. بفرمایید. نماز خواندن پشت سر امامی که الله را در عرش نمیدانه، لامکان نمیدانه، جایز است یا خیر؟ سوال دیگه هم دارین؟ برای؟ نه خیر، زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. ببخشید یک سوال داشتم. یک نیم ماه قبل همین شوهر ممره ما دعا کرد و در مدت یک 20 دقیقه سیخ دوره به من همین لفظ طلاق گفت و بعد از اون رفت و نوشته کرد در خط. یعنی چند بار اعلام کرد؟ یعنی در مدت 15-20 دقیقه سه دفعه، یک دفعه گفت، باز یک پنج دقیقه، باز سه دوره گفت، باز یک پنج دقیقه دیگه، باز آمد سه دوره گفت، سه دفعه تکرار کرد و پسان هم گرفت نورق نوشته کرد. و حاله میگه که نی من در غضب بودم، پشیمان شدم، میگه من دالت غضب گفتم. میگه نان سوال من از مولانا سر بمیست که این مسئله رو بر من مشکل من بگویه که حالا برگشت داره نداره چی کنم؟ در غضب گفته ای دفعه میگه من در حالت غضب گفتم. درست. این همه اینها را در یک روز گفته دیگه. تشکر از شما. این همه را در چندین جلسه ولی در یک روز تکرار کرده. یعنی بعد گفته که در مدت یک 20 دقیقه در یک روز در مدت 20 دقیقه مثلا 3 دوره، 2 دقیقه با 5 دقیقه با، در مدت 20 دقیقه این میگه بار تکرار کرد و بعد بر روی برقم نوشت. بله. سوال واضح است، انشاءالله پاسخ دریافت میکنین. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یه سوال شرعی داشتم از مولوی خواستم بپرسم. بله بفرمایید، سوالتون. خواستم ببینم از نظر شرعی امام و خلیفه امام حسین در زمان یزید چه کسی بوده؟ سوال دیگه هم دارین؟ همین سوال. درست، تشکر از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. من بیننده رو خواهش میکنم وقت تماس میگیرن منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه، چون صدا از گیرنده دیرتر میاد و همین که تماس گرفتن صحبتشون رو ادامه بدن و منتظر نباشن صدای ما یا صدای خودشون رو از تلویزیون بشنوند.
بنده گرامی صدای شما وصله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سوال دارم، آیا خینه کردن ثواب داره سنت است؟ آیا؟ خینه کردن، هنا بند، هنا زدن بله ثواب داره سنت است یا نه؟ درست، سوال دیگه هم دارین؟ شکر بسیار زیاد، خدا حافظ. سلامت باش. سلام علیکم، بفرمایین. سلام عبرا، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. چه سوال داشتم؟ سوال اولی هم که از عرفات که آمده در جمعه اول را که زده که شب در مینا میمانند طواف فرضی را چلی میکنند، طواف فرضی را انجام نزاده، طواف اول را انجام ندن؟ ام طواف فرضی را انجام نزده سه شب در مینا میمانند، با طواف فرضی را سه شب مینا را تیر کرده، بعد روزی آخر انجام داره بیا همین حجیش درست میشه نمیشه، همین بسیار وسوسه داریم. یعنی بعد از اینکه میخواد بره از مینا بعد از سه روز طواف انجام بده، درسته؟ نه، از مینا جمعه اول را زده بعد طواف انجام ندادیم. درست، سه شب در مینا ماندیم، آخرین بعد انجام دادیم. درست، درست نیکره باشه نمیشه رو باشه. سوال دوم که یعنی قدرت محواری سیاخت رو باشه جمعه اول را زده دیگه طواف انجام نداده، اگر حالی طواف انجام که عجیب درست نیکره باشه نمیشه رو باشه. درست. سوال سوم که یعنی کسی اگر خودش چیزی را داشته باشه، کسی که ظاهرن تماسشون قطع شد، تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. همچنین که سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سلامت باشین، بفرمایید. سوال شهریتون. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی ما صدای شما رو نداریم. الو، بفرمایید. الو، سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق، وصال حق و سوال شریعتون، بفرمایید سوالتون. مثلا دیگه گرفتن همه ره قبل میتونی باشه کل حق دیگه بری به حج بری دیگه گرفتن حلاره، مثلا با اون کل میتونی باید به حج بری. سوال دیگه هم دارین؟ نه مرسی، دست دونده نکنه خدا، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. صدای بیننده خیلی پایینه. بیننده عزیز یک کمی لطفاً بلندتر صحبت کنین، صداتون خیلی پایینه. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. صدای شما الان میشنویم، فقط سوال شرعیتون لطفا بفرمایید. بله برادر، من دو سوال داشتم. یک سوال درباره دوست امامی که مشرف باشه، احمق اهل سنت باشه، نماز میشه. و دومی سوال درباره دوست استاد دلفام و استاد فلانیسی و استاد حبی انتری، آیا مقلد است یا غیر مقلد؟ این دیگه سوال شخصی بود، شما مقلد هستین یا غیر مقلد؟
سلام. درست. سوال دیگه دارین؟ خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بیننده گرامی، لطفاً از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین و سوال شرعیتون بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. با شما بله صحبت کنید و سوالتون شرعیتون. بله از تلویزیونتون مخصوصاً. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی، صدای شما خیلی پایینه. زاران صداشون خیلی پایین بود. معذرت میخواییم از این بیننده. تماس بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. مرونه 15 تا سوال گرفتیم. کمه فکر کنم دیگه. چون تماس خیلی دیر مشکل پیدا داره. سلام علیکم، بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت جناب مولانا. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. خوب شما الحمدلله. سلام علیکم. یه دو تا سوال داشتم. سوال اولی این که غذا که میارم در خونه، دیروز مثلا ما محرم که بود، ده محرم بود، روز عاشورا. غذای نظری یا نه؟ بله. مثلا این همشهری ها همه میگیرم، کفخانی ها اینجا میخورم، بعدش هم همسایی ها میاد، اگر نگیری ناراحت میشن، زشته. مثلا میگه که ناراحت میشه، چرا غذای منو نمیگیری؟ سوال دومی این که اون روز من به یکی گفتم 200 تومن دارم کارت و کارت کن، بعد اون گفت که 500 تومن بعد بابتش بده که بانک ور میداره، آیا اون سود میشه یا نه؟ من که راضی نبودم، کارم گیر بود، اون گریف از من. این سوال میخواستم جواب بده، در شما درد نکنم. درست. تشکر از بیننده. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. عرض سلام خدمت مولانا و شما. یه سوال شرعی داشتم. بفرمایید. اینکه کسی قسم به قرآن بخوره حکمش چیزه؟ قسم خوردن به قرآن. دست شما در نکنه، زنده باشید. سلامت باشین، تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من تو خطم یا میخواید بس کنید؟ بله بله، صدای شما وصله و لطفاً صحبت کنید. سوال شهریتون. بله. عرض میخوام، خواستم از مولوی عبدالقدوس زیتون ببخشید، خواستم بپرسم ببینم که از نظر ایشون امام و خلیفه شرعی امام حسین کی هستن؟ برای اینو قبلا پرسیده شد این سوال. خب باشه، میخواستم ببینم که چرا شما تو اون یک ساعت نیم ساعت که صحبت میکنید در تو با مسئله اعتقادی صحبت میکنید، کلی شبهات شیعران ایجاد میکنید و میگید. ببینید بحث موضوع که میذارید میفرمایید به پرسش و پاسخه، این به نظرتون صحیح هست که شما استاد به جای اینکه در تو با مسائل شرعی؟ خب این اگر بحث برای درباره انسان اعمالی که انجام میده، خار گرامی، انسان عملی که انجام میده آیا بر اساس تقدیر نوشته شده، قضا و قدر یا حکم ازدواج و طلاق با یک یعنی شیعه، اینها مسئله شرعی ربط داره دیگه، که آیا زندگی با یک زن مردی که عقیدش این طوریه درسته یا نه؟ به عقیدش ربط نمیدن، به زندگی و ازدواج با این شخص آیا درسته یا نه؟ وقتی که به ربط داشته به قضیه شرعی ما اینو پاسخ میدیم. اگه سوال شرعی شما دارین هم داخل شما هستیم. بحث اعتقادی شما میفرمایید، استاد میفرمایید، ولی در تو با مسائل من میگم که مسائل احکام شرعی، این کاملا متوجه میشن استاد من چی میگم. بله بله. بعد استاد یه سوالی داشتم. بفرمایید. اجازه میدید؟ در کتابای شما اومده که، معذرت میخوام که میگم، اگر سوال شرعی باشه در خدمتتون هستم. همون. میخوام ببینم چون خب فرمودی فرقی نمیکنه دیگه. میخواستم ببینم اسماء این که مثلا در کتابها اومده که
ایشون میفرمایند که صیغه معظمه رو پیامبر انجام میده، آیا از نظر شما این اسنادش صحیح هست یا نه؟ من میخواستم اینو بدونم. حدیث چه سوال فهمیدین؟ مشکلی نداره، انشالله پاسخو دریافت میکنین. تشکر از شما. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله خدمت استادان گرامی. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. زنده باشین، خسته نباشین. سلام علیکم. نماز ویتر یه سوال داشتم، نماز ویتر بخوای بخونم دعای قنوت به امراش بخونم، آیا خوبه یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایین. شرکه وصال حق. وصال حق و سوال شریعتون لطفا. بله شد. بخشی بارز سلام و خسته نواشید به شما و بینندگان عزیز گرامی. بفرمایین. بخشی یک سوال داشتم. در خدمت شما هستم. گفتم گوشت یخ زده مرغ از کشور بریزیل یعنی تجارا وارد افغانستان میکنم، روی کارتن مثلا زده ضد شریعت اسلامی، ولی ما معلومات صحیح نداریم. الان بعضی میگن خوردنش صحیحه، بعضی میگن نیست. ما هم سردرگم، مصرفشم خیلی زیاده. گفتی شما درباره نه چه معلوماتی برای ما میگن؟ درست، سوال باز است. تشکر از شما. بس تشکر از شما دیگه. سلام علیکم، خدا نگهدارتون. آخرین تماس رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. بفرمایید گرامی، از طریق گوشی به صحبتتون ادامه بدین. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت شما مولوی عبدالقدوس دیوان. در خدمت شما هستیم. من چند تا سوال شرعی داشتم. بفرمایید، سوال اولتون؟ اولین سوالم اینه که نماز صبح، بیشترشون میگم که نماز صبح تا ساعت ده بجه، اگر نماز صبح تا ساعت ده که قضا میشه خواب میبینی تا ساعت ده، سنت و فرض رو میتونی همین نماز صبح نیت کنی بخونی، این غذایی تا ده بجه روایه، حالا این درسته یا نه؟ درست. سوال دومم نماز ویتر رو آیا سرکت رو با هم بخونی درسته به یه عطیات یا نه؟ دو رکت رو بخونی، عطیات رو بخونی بلنشید با یه رکت دیگر بخونی با عطیات، سرکتش با هم بخونی درسته یا نه؟ دو رکت با دو عطیات بخونی درسته؟ درست. سوال سومم اینه که نماز ظهر رو چهار رکت سنت رو آیا دو رکت صحیح تره که بخونی یا چهار رکت رو با هم؟ بعد یه سوال دیگه هم داشتم، سوال چهارم هم اینه که کسانی هستم که سال یه بار فقط نماز میخونم روزه میگیرم میرم تا سال دیگه نه نماز میخونم نه کار دیگه، آیا این نماز و روزه اینا درسته یا نه؟ درست. تشکر از شما. ممنون، دست شما درد نکنه، خدا سلامت باشین. تشکر از شما. بیننده عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود، با ما باشین. هفت گرو در زیر عرش کرد و روزی محشر جای بگیرند و قرار، خلق هم در سختی و رنج و عذاب، مردمان باشند در احوال خراب، مردمان باشند در احوال خراب، لیکن آسایه دارند و نعیم در پناه لطفی رحمان و رحیم،
خوش لیخو خوش نود با اعمال خود با سپاس و سوده از حال خود با سپاس و سوده از حال خود اولی هست پادشاه عدل و داد اون که خلق از او نکردن آهو داد عدل کرده در جهان بر مردمان کس نبود از دستی او سوی فیغان دومی باشد جوانی حق شناس آن که حق را در جوانی کرد سپاس در جوانی با خداوندی جهان خو گرفت و کرد تا از در نهان سومی آن مرد با مسجد قریب آن که مسجد دوست دارد با یقین چون که از مسجد شود یک دم رها روحی گردد از جسمش جدا چارمی آن مومین بهر خدا مومین را دوست گیرد از وفا بحر حق با او سلامی می کند بحر حق از او جدایی می کند پنجمی آن کس که در پنهان و راز با خداوند می کند راز و نیاز از سری شوق و محبت بر خدا قطره ای اشک بریزد در قفا دیدگانش تر شود از شور و شوق عشق حق بر قلب او مانند تر ششمی آن که زن صاحب جمال سوی خود را بخواند با سؤال مرد بگوید من بترسم از خدا خود رها سازد ز دست زن جدا قلب و جسم و روح پاکش همچو آب صاف از سرشار از مهری خدا هفتمی آن کس که اندر این جهان می کند این فاق در سر و نهان کس ندارد از سخای او خبر دست راستش از یدی چپ بی خبر پس بکشم ای مسلمانان دین تا شویم از هفت گروه پر یقین روز و شب کشم اندر این قیام تا به دست آید چنین جای و مقام هفت گروه در زیر هر شکی دوگاه روزی محشر جای بگیرند و قرار هفت گروه در زیر هر شکی دوگاه روزی محشر جای Allah.
الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. پیغمبر دارای چه اعتقادی بود که اتباع اون پیغمبر ما را محبوب خدا می کند و ما مورد عفو و بخشش قرار می گیری، رستگار ابدی می شوی. حالا در بعد دعا پیغمبر اسلام و انبیای دیگر آیا غیر از خدا دیگری را خواندن، فریاد زدن، در خوشی یا ناخوشی، در صحت و سلامتی، در رنج و بلا؟ این ما باید بررسی کنیم. امروز این نزاع هست، یک عده‌ای انبیا را می خوانند، یک عده‌ای اولیا را می خوانند، یک عده‌ای دیگران و فرشتگان را من خبر ندارم که در عصر ما بخوانند و در عصر رسول الله ابو جهل ها فرشته ها را هم می خوانند. خود پیغمبر دارای چه عقیده‌ای بوده در این بود؟ فقط سیرت پیغمبر را لحظه ملاحظه کنید. آدرس کامل سوره جن رکوع دو از آیه 20 تا 21 و 22 خدا با کلمه قل اعتقاد پیغمبر را به ما معرفی می کند. سخنرانی های پیغمبر بعد از لفظ قل هستند. هر جا که قل است این موضوع سخنرانی پیغمبر از بالای هفت آسمان از لوح محفوظ با لفظ و معنا آمده است. این الفاظ که دال بر این معانی هستند شما پیغمبر اعلان بفرمایید. اولین قول فریاد را به خدا اختصاص می دادن. پیغمبر میگه من هم ربم را فریاد می زنم در هر معامله، ادو ربی ولا اشرکو بهی احدا. هیچ احدی را من با خواندن ربم شریک نمی کنم. صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك. عرض السلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول از کردستان پرسیدن، گفتن که چند ماه هست که به خاطر اینکه شوهرشون اعتیاد داشتن ازش جدا شدن و خودشون تقاضای طلاق کردن و دادگاه هم مهرش را به او گفته که باید داده بشه و شوهر اما از دادن مهر گفتن که خودداری میکرده، برای همین مهر را اجرا گذاشتن و شوهرشون را انداختن زندان و گفتن الان از این کار چون که شوهرم زندان افتاده ناراحت هستن و گفتن که آیا به خاطر اینکه مهر نداده شوهرم را زندان انداختم آیا دچار گناه شدم یا نه؟ این خواهر عزیزمون با توجه به قضیه که براشون پیش اومده
و دادگاه هم حکم کرده به نفعشون که مهریه بهشون کامل میرسد و این حق رو بهشون دادن، از نظر شرعی هم ایشون میتواند که ادعای مهر بکنن و مهریه خودشون رو بگیرن. اگر به صورت مسالمت آمیز این کار امکان پذیر بود میدادند که فبها و نعمه، اشکالی وجود نداشت. و اگر با توجه به توسل به مقامات قضایی و از طریق دادگاه اگر برایشون امکان هست، این از نظر شرعی برایشون جایز هست که اقدام بکنند. یعنی هر وسیله ای را که ایشون میدونند که از نظر قانونی اقدام بکنند، چه منجر به زندان شدن ایشون باشه یا از طریق دیگری، دادگاه میتونه که مهریه ایشون را کاملا از شوهرشون بگیره، از نظر شرعی برایشون جایز هست که برای احقاق حق خودشون و برای گرفتن مهریه اقدام بکنند و هیچ گونه گناهی برگردن ایشون نیست. اما اگر ایشون بزرگواری میکنند، یه بخشی از مهریه رو میبخشند یا کل مهریه رو میبخشند، اون دیگه یک مسئله است که باز هم در اختیار خود شما هست. اما زمانی که مهریه برای شما ثابت شده و دادگاه هم حکم صادر کرده که مهریه باید به شما کامل برسد، در نحوه گرفتن شما مختار هستید. اگر به صورت مسالمت آمیز نتوانستید بگیرید، میتوانید که از طریق دادگاه و شکایت یا زندانی کردنش یا هر مورد دیگر میتوانید که حق خودتان را بگیرید و در این زمینه شما گناهی رو مرتکب نشدید. جزاکم الله خیر. بنده بعدی گفتن که زیاد به مسافرت می روند، آیا نماز رو به صورت قصر بخوانند یا به صورت کامل؟ معیار برای رخصتی که در سفر برای فرد مسافر آمده، معیار خود سفر هست. کثرت یا قلت سفر تأثیری در حکم ندارد. تفاوتی نداره که شما در سال یک بار سفر برید، دو بار سفر برید، یا اینکه کار همیشگیتون باشه که هر روز در سفر بروید. از نظر شرعی در این زمینه تفاوتی وجود نداره و رخصت شرعی برای شما ثابت می شود. به مجرد این که شما قصد سفر داشتید به یک منطقه‌ای که حدود 80 کیلومتر از منطقه شما دورتر هست و میخواستی مسافرت بروید، حکم رخصت سفر برای شما ثابت میشود و شما میتوانید که در این سفر نماز را جمع بکنید و نماز را قصر بخوانید. هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، ولو اینکه شما دائم سفر باشید. به طور اینکه به طور مثال شما راننده ماشین سنگین باشید و اکثر اوقات ماه یا سال را شما در سفر باشید، بازم حکم سفر برای شما ثابت هست و میتوانید که نماز را قصر جمع بخونید. درست. جزاکم الله خیر. بیننده در مورد اطلاق لفظ شهید بر مریض گفتن که آیا کسی که به خاطر بیماری لاعلاج مثل سرطان فوت میکند، آیا میشود به او گفت شهید؟ در مورد شهادت یک حکمی هست که حکم به اصطلاح اخروی هست که در نزد الله متعال ما در واقع یک تخمینی میزنیم یا حکمی میکنند که فلانی شهید هست، یعنی این که اهل بهشت هست و الله متعال به اون جایگاه و مقام بالایی رو داده. این رو کسی غیر از الله متعال نمیداند. و ولو این که یک فردی در معرکه بین مسلمانان و بین کفر در واقع شهید بشود، اما این که آیا واقعا این فرد برای الله متعال به جهاد رفته بوده، اخلاص در نیتش وجود داشته یا وجود نداشته، اون یک امری هست که الله متعال در واقع به اون آگاه تر هست. پس بنابراین نمی شود به ظاهر این که یک فردی در جهاد در واقع کشته شده، ما حکم اخروی برایش صادر بکنیم. اما حکم دنیوی برای کسی که در جهاد کشته شده، ما حکم شهید برایش صادر میکنیم. این احکامش احکام دنیوی هستند، احکام شهید در واقع هستند، من جمله نماز و مثلا غسل و کفن و بقیه مسائلش. اما در مورد مسائل دیگر که در روایات اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که دلالت بر یک نوع فضیلتی میکند برای کسی که در بیماری در واقع از دنیا رفته باشد یا به خاطر در هنگام وضع حمل از دنیا رفته باشد یا به خاطر اسهال از دنیا رفته باشد یا غرق شده باشد یا زیر آوار مانده باشد و مسائل دیگر که از این قبیل در روایات حکم شهید بر اونها در واقع اطلاق شده، این یک نوع حکم در واقع
اخروی هست. از نظر دنیاوی ما یعنی تمام یعنی حکم شهید رو بر اون اجرا نمی‌کنیم، مانند شهید معرکه در واقع شمرده نمی‌شود. و این روایت دلالت می‌کند اگر انسانی صابر باشد، محتسب باشد در بیماری خودش و در این مسائلی که در واقع ذکر شده، این یک نوع فضیلتی برای چون این مرگ هست و مرگ ناگهانی به صورت کلی یک نوع فضیلتی هست و هرچند که مصیبت بیشتر باشد در واقع ثوابش هم بالاتر هست، منتها این یک حکم اخروی هست و در دنیا حکمش همون حکم بقیه کسانی هست که به حالت عادی فوت کردند. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که در نزدیکیشون تا 35 کیلومتری مسجد اهل سنت وجود ندارد، آیا میتونن که پشت سر آخوند شیعه در مسجد نماز بخونن؟ وقتی که مسجد وجود نداره در نزدیک خونه ایشون، از نظر شرعی نماز جماعت و حضور در مسجد از ایشون وجوبش ساخت میشود، منتها سعی بکنند که در منزل خودشون نماز را با جماعت بخونند، خودشون، زن و فرزندشون یا فرزندانی که هستند یا همسایگانی که هستند، سعی بکنند تا جایی که ممکن هست نماز را در خانه با جماعت بخونند و انشاءالله ثواب نماز جماعت کاملا به این عزیزان خواهد رسید. اما که پشت سر امام شیعه نماز بخوانند از نظر شرعی نماز درست نیست، زیرا که امام شیعه هم از نظر فقهی متفاوت هستند، احکام نمازشون و احکام طهارت و وضوشون، و هم از نظر اعتقادی برخی از اعتقاداتی که امامان شیعه دارند یعنی پیش نمازهای شیعه دارند در حد شرک هست و از نظر شرعی اقتدا پشت سر امام شیعه جایز نیست. درست. و سوال دیگری که خود بیان پرسیدن گفتن یک تفسیر معتبری از قرآن که در ایران چاپ میشه و وجود داره را برای شما. به نظر من مختصرترین تفسیر و به اصطلاح مورد اعتمادترین تفسیر، تفسیر سعدی هست، شیخ عبدالرحمن سعدی رحمت الله علیه، که به زبان فارسی ترجمه شده و در ایران هم به نام تفسیر راستین چاپ شده و این تفسیر یک تفسیر مختصری هست و در این حال یک تفسیر معتبر و موثقی هست که با توجه به آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن را تفسیر کرده. درست. جزاکم الله خیر. بیننده از تاجیکستان پرسیدن، من اینجوری سوالشون فهمیدم، گفتن که بعد از غروب آفتاب اگر اول روزه رو بشکنیم بعد نماز بخونیم درسته؟ بله، اشکالی نداره. بعد از این که آفتاب از نظر شرعی غروب کرد الان دیگه وقت افطار هست. این بستگی به نظر خود در واقع فرد داره که اول افطار بکنه یا اول نماز بخونه. اما سنت جاری مسلمانان در این زمینه بر این است که اول افطار میکنند و همچنین در روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه ذکر شده و خصوصا زمانی که انسان زیاد گشنه باشه و فکر و حواسش در نماز به سفره باشه، بهتر و اولاتر این است که اول افطار بکنند و بعد از آن نماز عشاء رو، نماز مغرب رو اقامه بکنند. جزاکم الله خیر. بیننده دیگر گفتن که بعد از اینکه نمازها رو میخوانند دعا میکنند و دست را بلند کرده بر چهره میکشند، آیا این درست یا نه؟ در مورد به اصطلاح مسح صورت یا دست کشیدن بر چهره بعد از دعا، این جزء سنت های ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. با توجه به این که خود دعا از رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت تواتر ثابت شده و حتی رفع یدین در دعا یعنی دست بلند کردن در هنگام دعا از رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه تواتر در جاهای متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، اما با این وجود در مورد دست کشیدن بر چهره بعد از دعا روایات صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وارد نشده و بسیاری از ائمه اهل سنت والجماعت مانند حضرت امام احمد رحمت الله علیه وقتی که در این مورد ازشون سوال کردند فرمودند لا یعرف هذا، یعنی این عمل از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. در این زمینه یکی دو تا روایت اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای ما نقل کردند، در سنن ترمذی هست و در سنن ابن ماجه هست. در سنن ترمذی روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه و همچنین روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در این زمینه آمده، فاذا فرغت فامسح بهما وجهک، که وقتی که دعا را تمام کردی روایت ابن عباس که دستها را به صورت در واقع بکش و مسح بکن. اما واقعیت این است که این روایات ضعیفی هستند و گرچه ابن حجر رحمت الله علیه در توضیح این
روایت میگوید که با توجه به به اصطلاح طرق متعدد و شواهدی که این روایت داره اینو در حد حسن اینو رسونده، اما واقعیت این است که روایت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی به اندازه ضعفش خیلی شدید هست، ضعف شدیدی رو داره، یعنی در حدی نیست که به خاطر شواهد این ضعفش در واقع جبران بشه. پس بنابراین با توجه به این یکی دو روایت که در این زمینه اومده، ما نمیتونیم حکم سنت بودن به اصطلاح دست کشیدن بر چهره رو بعد از دعا ثابت بکنیم. سنت نیست، منتها برخی از علما عملا این رو انجام دادند و اکثر مسلمانان امروزه انجام میدن. شاید نظرشون بر این باشه که این روایات در حد حسن هست یا در فضایل اعمال از این به اصطلاح روایات استفاده کرده باشن بنابر نظری که برخی از علما دارند، اما این رو سنت دانستنش ثابت نیست و بهتر از این رو سنت ندانیم. و وقتی که چیزی ثابت نیست از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم، نباید اون رو انجام بدیم، بهتر و اعلی‌تر این هست که انجام ندهیم، یعنی فقط دستها رو بلند بکنیم در هنگام دعا اما بر چهره اون رو نکشیم. اما اگر کسی به خاطر استناد به این روایت یا قول مثلا علامه ابن حجر رحمت الله علیه این روایت رو حسن میدونه و بر مبنای این و به خاطر این اجتهاد این کار رو انجام میدهد، از نظر شرعی ما حق نداریم که بر چنین کسی ایراد و خرده بگیریم. پس بنابراین سنت بودنش ثابت نیست، اما اگر کسی به خاطر اجتهادی و به خاطر روایتی که در این زمینه اومده عملی رو انجام داد و دست رو بر صورت کشید، ما نباید مانع این کارش بشیم. درست، جزاکم الله خیر. سوال دیگری که بیننده پرسیدن، گفتن نماز پشت سر کسی که الله رو در عرش نمیداند، یعنی جای و مکانی برای الله قائل نیست، چه حکمی داره؟ بحث استوای الله متعال بر روی عرش یک بحث بسیار دقیق و ریز هست و که در باب اعتقادی هست و متاسفانه بحث هایی که در این زمینه مطرح شده بحث های سرسری و در واقع خصوصا برای عوام این مسئله به صورت واضح و آشکار بیان نشده و حتی در میان علما هم در این زمینه در بسیار از مناطق ما میبینیم که نظر صحیح و درستی که مستند به قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه وجود نداره، بیشتر نظر کلامی برخی از علما در واقع مطرح هست تا اینکه آیات قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح باشه و در این زمینه تأویلات زیادی از جانب متکلمین در واقع وجود داره. اگر یک امام جماعتی به خاطر تأویلی که در این زمینه شنیده یا به خاطر اعتماد بر یکی از به اصطلاح متکلمین یک حرفی رو زده، این در واقع در حد شبهه هست، یعنی اصل استوا رو آیات قرآن کریم رو در این زمینه قبول دارن، منتها استوا رو تأویل میکنن به استولا، یعنی بحث اصل استوا رو که در آیات قرآن اومده قبول میکنن، اما در کیفی یتش که آیا این به معنی خود به اصطلاح استقرار هست یا به معنی استیلا هست، در این اختلاف نظر دارند و این مسئله در حدی نیست که به خاطر اختلاف در این مسئله در حدی باشه که امام پشت سر چنین کسی جایز نیست. امام پشت سر کسی که به اصطلاح ماتوریدی باشد یا اشعری باشد، معتقد به تأویل صفات باشد، از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده توضیح دادن، گفتن که شوهرشان و همراهشون دعوا کردن به مدت 30 دقیقه و گفتن که لفظ طلاق را 3 تکرار کردن، دوباره ساکت شدن، بعد از 5 دوباره لفظ طلاق را تکرار کردن، دوباره بعد از 3 دوباره لفظ طلاق را تکرار کردن و بر روی ورق نیز نوشتن، اما الان میگوید که این کار را در حالت عصبانیت و غضب انجام داده است. آیا طلاقشون افتاده است؟ طلاقی که ایشون به این کیفیتی که ایشون بیان کردند، از دیدگاه جمهور اهل سنت و جماعت و مذاهب اهل سنت و جماعت طلاق واقع شده. طلاقی که در یک مرحله 3، در مرحله بعدی دوباره 3، در مرحله بعدی دوباره 3 و در مرحله 4 اینو دوباره نوشته، معلوم میشود که عصبانیت این فرد هم در حدی نبوده که غیر قابل کنترل باشه و خود همین وقفه هایی که در این زمینه وجود داشته و سکوتی که وجود داشته و تکرار این قضیه بعد از چند دقیقه و بعد از چند مدت، این دلیل بر این است که عصبانیت ایشون یک عصبانیت جزئی و معمولی بوده و در حدی نبوده که به صلاح مانع از تصمیم گیری ایشون باشه. بنابر مذهب جمهور اهل سنت و مذاهب اهل سنت و جماعت، در این صورت طلاق ثلاثه واقع شده. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که خلیفه امام حسین رضی الله عنه در زمان یزید چه کسی بوده است و آیا امام حسین با یزید بیعت کرده است؟
بله، عقیده اهل سنت و جماعت در این زمینه این است که واقعا سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه این لیاقت و شایستگی امامت و رهبری جامعه اسلامی رو داشتند و در زمینه امور سیاسی واقعا یعنی صاحب نظر بودند و حرفشون قابل قبول هست و همچنین تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم مانند حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما و تعداد دیگر در مرحله اول با یزید بیعت نکردند، به این معنی که حسین رضی الله تعالی عنه رو اولاتر و بهتر می دونستند برای مثلا امامت و خلافت مسلمانان و این اجتهادی بوده که از طرف این بزرگواران صورت گرفته، یعنی خصوصا با توجه به اقوایی که صورت گرفته و ترفندها و توطئه‌هایی که از جانب شیعه صورت گرفت در این زمینه که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه را فریفتند با نامه‌های بسیاری که به ایشون فرستادند، کسانی که در جزء سران لشکر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بودند و در خود متن نامه هم که وجود داره برخی از نامه‌ها که گفته بودند ما شیعیان تو هستیم، امامی غیر از تو نداریم، به این معنی که با تو بیعت کردیم. این مسئله در اینجا خیلی مهم و اساسی هست با توجه به این که شیعیان کوفه نامه نوشتن به سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه که ما بیعت کردیم با تو، خصوصا با توجه به نیابتی که مسلم ابن عقیل در واقع از سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه داشتن. سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه فریب شیعیان را خورد و در نهایت این شیعیان هم خیانت کردند و سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه را به شهادت رساندند. همان افرادی که نامه نوشته بودند همان افراد خیانت کردند و سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه را به شهادت رساندند و ما میدانیم که در واقع کربلا لشکری از شام وارد معرکه نشد، تمام همان خود افراد کوفه بودند که جایگاه و مرکز شیعه بوده و خود همان کسانی بودند که به سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه نامه نوشتند و سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در آخرین لحظات یکی از گزینه‌هایی که پیشنهاد داد به عمر سعد این بود که مرا راه مرا باز بکن، من میخوام خودم برم پیش یزید و دستم را در دست یزید بگذارم. یعنی وقتی که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه به این نتیجه رسیدند شیعیان خیانت کردند و این وعده بیعتشون و بیعت ها رو شکستند و وعده ای که داده بودند که پشتیبانی بکنن نکردند، نهایتا تصمیم گرفتند که برامن با یزید در واقع بیعت بکنند و چه بسا که غالبا هم این تصمیم رو گرفتند و بیعت کردند، از نظر قلبی میخواستند که برامن با یزید بیعت بکنند. این دیدگاه اهل سنت و جماعت است. در هر صورت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه این تصمیمی که گرفتن تصمیم اشتباهی از کار در اومد به خاطر کارشکنی شیعیان که متاسفانه در هیچ جا پایبند عهد و وفای خودشون نبودند و اگر قطعا اگر شیعیان نمی بودند این سیل گسترده نامه های دروغین شیعیان دروغین سیدنا علی و سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه نمی بود، قطعا حسین هم می رفت و عملا با یزید بیعت می کرد، همان گونه که صحابه دیگر وقتی که چاره‌ای نداشتند به خاطر پرهیز از اختلاف رفتند و بیعت کردند با یزید. اما در روایات شیعه اگر واقعا پایبند روایات خودشون هستند حضرت حسین رضی الله تعالی عنه با توجه به روایاتی که در غیبه طوسی اومده و همچنین شیخ صدوق در کتاب اکمال خودش این روایت رو ذکر کرده که تمامی امامان شیعه عملا رفتند با امامان جور زمان خودشون بیعت کردند و این روایات خود شیعه هست، حتی در روایات داریم که حضرت حسن رضی الله تعالی عنه و همچنین حسین در رجال کشی هست که رفتند پیش معاویه و در یک جلسه عملا بیعت کردند با معاویه رضی الله تعالی عنه. پس بنابراین اگر شیعه پایبند اعتقادات خودش هست، پایبند روایات خودش هست و یکی حتی یکی از فلسفه هایی رو که به اصطلاح مهدیشون قیام میکند و با شمشیر به دست قیام میکند، به این خاطر است که هیچ گونه ترس و واهمه ای رو نداره، به این خاطر که بیعت هیچ کسی برگردنش نیست، آزادانه اقدام میکنند. اما ائمه دیگر توجیه میکنند که چرا قیام نکردند، میگن به خاطر این که تمام ائمه در واقع یک نوع بیعتی رو از امامان زمانشون و از حکام زمان خودشون برگردن خودشون داشتن. بنابر روایات شیعه امام یزید
امام حسین رضی الله تعالی عنه کسی نبوده جز یزید ابن معاویه. این بر اساس روایات شیعه است، اما بر اساس روایات اهل سنت و جماعت و همچنین که در تاریخ هم ذکر شده، ایشون در آخرین لحظات، گرچه در ابتدا به خاطر این که شیعیان گفته بودن ما با تو بیعت کردیم و از نظر شرعی هم سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه بیعت مردم رو برگردن خودش داشت، نمیتوانست که این بیعت ها رو در واقع نقض بکند و پس بزند. به خاطر این رفتند که در واقع حکومتی رو تشکیل بدهند که متاسفانه نهایتاً با پیمان شکنی شیعیان مواجه شد و نهایتاً هم تصمیم گرفتند که بروند با یزید در واقع بیعت بکنند. اما بنابر روایات شیعه کاملاً اومده که به اصطلاح هر امامی از امامان شیعه با طاغوت زمانشون یا با هر اسمی که میذارن حاکم زمانشون، ولو اینکه به ناحق بودن، رفتن بیعت کردند و این بیعت هم بیعت ملزمی بوده، زیرا که امام مهدیشون افتخار میکند که برگردن من بیعتی نیست، پس بنابراین من میتوانم هر اقدامی رو که دلم خواست انجام بدم. درست. جزاکم الله خیر بعد توضیحی که دادین. جمعون نزدیک به 12 دقیقه وقت داریم و 16 تا سوال و بیننده پرسیدن که آیا حنا زدن سنت است یا نه؟ جز موارد جایزی هست که ثابت شده که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنان صحابه هم از حنا استفاده میکردن، از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست و اولاتر و بهتر هست که زن برای شوهر خودش تزیین بکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که در موسم حج بعد از رفتن از عرفات به منا، بعض اینکه رمی جمره اول را انجام دادن، طواف فرض را انجام ندادن و 3 روز گفتن در منا موندن و رمی جمرات انجام دادن بعد طواف انجام دادن، آیا درسته یا نه؟ اشکالی نداره اگر که به اصطلاح طواف فرضشون رو، طواف افاضه رو در آخر انجام دادن و بعد در بعد از 3 روزی که از منا برگشتن انجام دادن، از نظر شرعی اشکالی نداره و این ترتیب ترتیب واجبی نیست. و در روز حج از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد تقدیم و تأخیر خصوصا اعمال روز حج وقتی سوال میشدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که افعل ولا حرج، اگر ایشون تأخیر انداختن طواف فرضشون رو و در آخرین روز ایام تشریق اینو انجام دادن، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و حجشون درسته. سوال دیگری گفتن اگر کسی به خاطر اینکه طواف انجام نداده رمی انجام میداده، عادت ماهیانه شده باشد، آیا حج درسته؟ کسی که به اصطلاح طواف فرض رو انجام نداده، یعنی به خاطر عادت ماهیانه نمیتونست طواف افاضه رو انجام بده، اگر یعنی نمیدونه ایشون که انجام دادند و یعنی چون این اتفاقی براشون افتاده، از نظر شرعی اگر کسی به اصطلاح در موقعیتی قرار گرفت که طواف افاضه رو باید انجام بده و از طرف دیگر مثلا وقتی نداره، کاروان حرکت میکنه، پرواز دارن، نمیتونه بیشتر صبر بکنه، از نظر شهرین جایز هست که طواف فرض رو، ولو اینکه بدون بساط طهارت باشه و در حالت عادت ماهیانه باشه، میتواند که طواف فرض رو انجام بدهد، اشکالی ندارد. اما در مورد طواف ودا برای زنانی که حائض هستند رخصتی قائل شده، این لازم نیست که طواف ودا رو انجام بدهد. خیر. آیا دیه گرفتن حلاله و آیا با آن پول میشود به حج رفت؟ بله، دیه که وقتی که قانونی باشه، یک مرجع قانونی و بر اساس یک توافقی به فرد تعلق میگیرد، استفاده از چنین پولی جایز هست و این پول رو هم میتوانند که در حج یا در هر جای دیگری مصرف بکنند، جایز هست. درست. نماز خوندن پشت سر امامی که عقاید شرک‌آمیز دارد، آیا درسته؟ اگر واقعا یعنی امامی هست که شون میگن مشرک است، توضیح ندادن که به چه خاطر مشرک است، اگر واقعا در حد شرک باشه، نماز پشت سر چنین امامی جایز نیست. اگر عقاید شرک‌آلودی رو داشته باشه که بر اساس یک نوع تعویلی باشد، باز هم اولا و بهتر هست که پشت سر چنین امامی که اعمال شرک‌آمیزی رو ولو اینکه بر اساس تعویل انجام میدهد، اولا و بهترین است که پشت سر چنین امامی نماز نخونن، پشت سر امام دیگر و در مسجد دیگر نماز بخونم. سوال دیگری که بیننده پرسیدن گفتن که آیا شما مقلد هستین یا غیر مقلد؟ ما پیرو فقه کتاب و سنت هستیم که تمام ائمه اهل سنت و جماعت پیرو کتاب و سنت بودن و تفاوتی که به اصطلاح یک فرد طالب علم داره با افراد دیگر فقط در این است که متبع دلیل هستند و علمایی که دلایل هر 4 امام را و 4 مذهب را میدونند، از نظر شرعی میتوانند که هر قولی را که به اصطلاح دلیلش قوی تر باشه، صحیح تر و صریح تر باشد، میتواند یکی را انتخاب بکند و بر اساس آن فتوا بدهد. جزاکم الله خیر.
بیننده گفتن که در این ایام غذای نظری رو در خانه انسان می آورن، به خصوص همسایه ها. آیا این غذا رو بگیریم بخوریم یا نه؟ در مورد غذاهایی که به اصطلاح نیت نظر کننده معلوم نیست، اون کسی که این غذا رو در واقع پخته معلوم نیست که چه نیتی رو داشته، تقرب برای الله متعال بوده، تقرب به امام حسین بوده، که به اصطلاح در هر صورت این یک نوع غذای مشکوکی هست و مشتبهی هست و انسان مسلمان باید از مشتبهات پرهیز بکنه و اولاتر و بهترین است که چنین غذایی رو نخورد. درست، جزاکم الله خیر. بیننده گفتم به شخصی گفتم که 200 هزار تومان برام کارت به کارت کن، اون گفت که 500 تومان خود بانک از پول کم میکنن، آیا این کار انجام بدم یا نه، آیا سود میشود یا نه؟ این در واقع به خاطر کارمزدی هست که یک عملیات بانکی که انجام میگیرد، بانکی که هزینه رو به خاطر اون میگیرد، از نظر شرعی اشکال نداره و این سود گرفت، سود محسوب نمیشود. اگر کسی از کارتخانه پولی رو دریافت میکند به خاطر اینکه زحمت واریز کردن پول به حساب و بقیه مسائل هست، میتواند که یک به اصطلاح حق و زحمه رو برای خودشون بگیرند و این ربا شمرده نمیشود. درست. بیننده پرسیدن قسم خوردن به قرآن چاک می‌داره؟ قسم به کلام الله متعال جایز هست، زیرا که یکی از صفات الله متعال هست. قسم خوردن به کلام الله متعال، اگر کسی قسم می‌خورد به قرآن، به این معنی که به کلام الله متعال قسم خورده، از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما اگر منظورش قسم خوردن به جلد کتاب هست و به یک نسخه چاپ شده از به اصطلاح به مصحف هست، این از نظر شرعی درست نیست. اما اگر قسم خوردن به کلام الله متعال هست، مثلا بگید من به کلام الله قسم خوردم یا قسم میخونم، چون که جزء صفات الله متعال هست، قسم به نام و صفات الله متعال از نظر شرعی اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که آیا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم صیغه بوده؟ صیغه یکی از روش‌های ازدواج بوده قبل از اسلام و در ابتدای اسلام هم بنابر مناسبت‌هایی وجود داشته، اما نهایتاً بنابر روایاتی که در این زمینه اهل سنت و دارند و همچنین در کتاب شیعه هم اومده، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همیشه این نکاح صیغه و نکاح موقت رو حرام قرار دادند. درست. جزاکم الله خیر. یعنی گفتم وقتی که نماز وتر می‌خونم آیا دعای قنوت نیز در آن بخونم یا نه؟ دعای قنوت در نماز وتر بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعت جز سنت های به اصطلاح نماز وتر است و سنت هست که شما در نماز وتر دعای قنوت را بخونید. تفاوتی نداره که دعای قنوت شما در رکعت سوم که هست قبل از رکوع باشه یا بعد از رکوع باشه، هر دوتاشون جایز هست و سنت هست که دعای قنوت در نماز وتر در واقع خوانده بشه. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعای قنوت هم جز واجبات نماز وتر است، خود نماز وتر رو هم واجب میدونند و دعای قنوت در وتر رو هم جز واجبات در نماز وتر میدونند، به گونه ای که اگر کسی نماز وتر رو بنابر مذهب امام ابو حنیفه قنوتش رو ترک کرد و سهوا فراموش کرد که قنوت رو بخواند، سجده سهو بر اون لازم میشد. اما در مذهب جمهور اهل سنت والجماعت جز سنت هاست، اگر کسی عمدن ترکش کرد یا فراموش کرد اشکالی در نماز وترش به وجود نمیاد و سجده سهو هم لازم نمیشه. خیر. بیننده گفتن این که تازگی مد شده زیاد گوشت های مرغ های یخ زده برزیلی است و روی آن هم نوشته از ذبح اسلامی، خوردن اینها چه؟ انسان تا جایی که ممکن هست سعی بکنه که از شبهات پرهیز بکنه. وقتی که شبهه‌ای وجود داره که واقعا این به اصطلاح گوشت ها گوشت های حلال باشه یا حرام باشه، اولاتر و بهتر در هر صورت پرهیز کردن هست و اگر جایگزین دارند این به اصطلاح گوشت ها از شرکت های دیگری که شرکت های اسلامی هستن و در کشور اسلامی ذبح شده، اولاتر و بهتر است که از اون شرکت ها در واقع خرید بکنن. اما به عنوان یک حکم شرعی، وقتی که یک فردی که نماینده اون شرکت هست که در کشور اسلامی نمایندگی داره و یک شرکتی که صاحبش مسلمان هست به شما این اطمینان رو دارد که این بالفرض این شرکت نمایندگی در برزیل داره یا گفتند که این ذبح شرعی هست، شما از نظر شرعی می توانید بر حرف یک شرکتی که صاحبش مسلمان هست یا بر حرف یک مسلمانی می توانید اعتماد بکنید. جایز است که شما از این گونه ها از این گوشت ها استفاده بکنید. اما اگر اعتماد ندارید بر حرف این صاحب شرکت یا نماینده شرکت، در هر صورت احتیاط در نخوردن این نوع گوشت ها هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده در مورد نماز صبح توضیح دادن، گفتن که اگر کسی خواب بیفته و تا ساعت 10 اگر بیدار بشود و موقع نماز سنت و فرضش رو بخونه نمازش درست است، یعنی شاید تا وقت نماز دعا.
نماز صبح آخر وقتش طلوع آفتاب هست، این وقتی که طلوع آفتاب ثابت شد که الان آفتاب دمیده، این پایان وقت نماز صبح هست و نمازی که بعد از اون خوانده بشه نماز قضا هست. و نمازی که شما میخونید تفاوتی نداره، یعنی نماز ادا و نماز قضا هر دوتا نیتش یکی هست، تفاوتی در نیت وجود نداره. شما همان گونه که در نماز صبح نیت میکنید که من نماز صبح را میخونند، بعد از طلوع آفتاب اگر بخواهید که نماز صبح را که نخونده بودید بخوانید، نیت میکنید که من الان نماز صبح را در واقع میخوانم، دیگه لازم نیست که در هنگام نیت شما بگیم که ادا میکنم یا قضا میکنم. این بحث ادا و قضا یک بحث به اصطلاح اصولی هست که ادا کردن به معنی خواندن نماز در سر وقت هست و قضا کردن دقیقاً خواندن همان نماز با همان کیفیت خارج از وقت هست، یعنی تفاوتی در نیت در واقع وجود نداره. کسی هم که از نماز صبح در واقع خواب افتاده بود بنابر دلایلی، هر وقتی که بیدار شد باید نماز صبح رو بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که خواب افتاد و نماز صبح را نخواند، هر وقتی که از خواب بیدار شد اون نماز را بخواند، کفاره دیگر غیر از این ندارد و در نیت هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. همان نیتی که شما در نماز صبح در هنگام وقت نماز صبح می‌کردید، دقیقاً همان نیت را در غیر وقت هم باید داشته باشید. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که نماز سنت وتر را سرکت در یک تهیات بخونیم یا سرکت را با دو تهیات؟ اولاتر و بهتر به نظر من در این زمینه رای و نظر جمهور هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها توضیح دادن، یعنی سه رکعت رو بخونند با دو سلام، سه رکعت با دو سلام، یعنی دو رکعت بخونند بنشینند سلام بدهند و بعد از آن بلند بشوند یک رکعت دیگر بخونند، یا اگر سه رکعت رو یک جا با یک سلام میخونند با یک سلام و یک تحیات بخونند، این اولاتر و بهتر هست. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اشکالی نداره که سه رکعت را با یک سلام و دو تحیات بخونند، این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و این رو در واقع قیاس کردن بر نماز مغرب که همان وتر روز در واقع هست. بنابر مذهب امام ابو حنیفه اشکالی نداره به این کیفیت بخونید، اما مذاهب دیگر اهل سنت و جماعت سه رکعت را با دو سلام بخونید و اگر با یک سلام خواندید با یک سلام و یک تحیات بخونید. درست، جزاکم الله خیر. سوال دیگری که خود بیننده پرسیدن، گفتن نماز سنت ظهر را دو رکعت بخونن یا چهار رکعت بخونن؟ چهار رکعت خوندنش یک جا از نظر شرعی اشکال نداره، جایز هست که چهار رکعت رو با یک سلام بخونن، اما بنابر روایتی که در این زمین آمده که صلات اللیل و النهار مثنا مثنا، بهترین است که دو رکعت بخونید. دو رکعت بخونید از نظر شرعی اولاتر و بهتر هست، اما چهار رکعت با یک سلام هم خوندنش از نظر شرعی اشکالی نداره و درست است. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن، گفتن که بعضی افراد هستن که در طول سال نماز نمیخوانند، فقط در یک مدت مثلا در رمضان نماز و روزه را میخوانند، آیا این کار درسته یا نه؟ مثلا کسانی که گاه وقت پایبند احکام شرعی هستند، این سبب نمیشود که این عبادتشون از بین برود، یعنی گناه عبادتی که ترک کردند، نمازهایی که نخوندند، گناهش یک گناه کاملا جداگانه هست، در صورتی که منکر اصل وجوب نماز نباشند. اگر منکر اصل وجوب نماز باشند که در واقع کفر هست و تمام عبادتشون در واقع قابل قبول نیست مگر اینکه دوباره توبه بکنند و شهادتین رو بر زبان بیاورند، اما مسلمانی که به خاطر تنبلی و کاهلی نماز رو ترک کرده، این گناه و معصیتی هست، برگردنش هست. اما وقتی که نماز میخواند، اون نمازی که خونده اگر که شرایط صحتش فراهم باشه از نظر شرعی، اون نمازش قابل قبول هست، اما گناه نمازهای دیگری که ترک کرده به جانب خودش و در جای خودش قرار داره. جزاکم الله خیر. خسته نباشین، وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و دعا میکنیم که خداوند ما را جزو کسانی قرار دهد که حرف حق را میشنوند و از آن پیروی میکنند. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك.